عملیات خانه شفاخانه حوزه میرویس در کندهار. هم اکنون تلاش ها برای نجات زندگی یکی از کودکان جریان دارند که در ولسوالی ارغنداب قربانی ماین شده است. در دو ماه گذشته پزشکان در اینجا سخت سرگرم درمان زخمیان جنگ زده بودند. با گفته پزشکان در اینجا تنها در دو ماه نزدیک به 4000 عملیات انجام شدند. په داسې حالت کې راوړل کېږي چې یا دواړې پښې هلته په ساحه کې د پیښې د منځه تللي یا یوه پښه تللي. این قربانیان ماین ها از ولسوالی ارغندابند. زندگیشان پر از درد و غم است و سخت به آینده ناامید شدند. میگویند که ماه گذشته هنگام بازگشت به خانه هایشان شکار ماین های زمینی شدند. کم وقت چې طالبان در ارغنداب سووتله د جمعې په ورځ بر هر سړی خپل کور تور کړي، خو د سرایو دروازې مچ کړي وې، خونې سرې کړي وې، په هر سرای کډې پرچې وې. هر سړی خپل کډې ته ورځغستله، نو هغه چې هر سړی به ورل یا به په سرای کې مین پورته کوي یا به په دروازه کې مین پورته کوي. دوی ته موږ کوم تاوان رسولې، زه بزګر خوار غریب یا بیلچه سړی یم، دوی زما په سرای کې مین ولې پټوي؟ دوی زما په کور کې ولې مین پټوي؟ پزشکان در اینجا میگویند که در ماه‌های اخیر شمار قربانیان جنگ چند برابر افزایش یافته است. بیشتر این قربانیان از ولسوالی جنگ زده ارغندابند. یوازې د حمل د میاشت که تاسو ته ووایم یو سل یو پنځوس زخمیان دي او اووویشت تنو ژوند له لاسه ورکړی دي. اکثره په داسې حالت کې موږ ته راغلي دي چې په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی د دولس او دیارلسو نه په روزنه د روزمره په هغه باندې نو دی نه کم نه وي، نو دغه صورتحال د شبخانه کې د مریضان. ارغنداب محور حمله های تهاجمی طالبان در کم از کم 5 ماه گذشته در کندهار بوده است. حکومت میگوید که چندین حمله گروهی طالبان بر ولسوالی ارغنداب با شکست روبرو شدند و اکنون این ولسوالی به گونه کامل پاکسازی شده است.